هفتمین روز اسفند ماه برابر با 26 فوریه، روز برگزاری وارتانانگ، جشن و عید بزرگ ارامنه مسیحی که برای بزرگ داشت سال روز قیام ملی ارامنه به رهبری وارتان مامیکونیان برگزار می شود. سال 347 پیش از هجرت برابر با 276 میلادی، در گذشت مانی پیامبر بزرگ ایرانی در دوره ساسانیان که آیین او قواعدی برای تعادل و برابری اجتماعی را تبلیغ می نمود و به همین دلیل از سوی اغنیا و طبقه روحانی ساسانیان مورد غضب قرار گرفت. از مانی تنها کتابی به نام ارجنگ که حاوی نقاشی های متنوع و دستورات وی می باشد بر جای مانده است. سال 451 خورشیدی برابر با 1073 میلادی، زادروز عین الزمان قطان مروزی، ریاضیدان، طبیب، فیلسوف و ادیب ایرانی. سال 502 خورشیدی برابر با 1124 میلادی، در گذشت حسن صباه که در دوره سلجوقی قیام کرد و مذهب شیعه اسماعیلیه نظاریه را به وجود آورد که شاخه ای از پیروان امامان شیعه هستند، اما به 7 امام اعتقاد دارند و امامت را بعد از جعفر صادق حق فرزند وی اسماعیل دانسته و او را موعود یا امام آخر می دانند. سال 903 خورشیدی برابر با 1525 میلادی، نبرد تاریخی موهاک بین نیروهای عثمانی و مجارستان. سال 1180 خورشیدی برابر با 1802 میلادی، زادروز ویکتور ماری هوگو، نابغه ادبیات فرانسه و بزرگترین شاعر، داستان نویس، درام نویس و بنیانگذار مکتب رمانتیسم. سال 1226 خورشیدی برابر با 1848 میلادی، کارل مارکس و هم اندیش او فردریک انگلس مانیفست کمونیست یا کمونیست مانیفستو را که به نظر آنان نسخه درمان دردهای بشر بر پایه تأمین برابری کامل اقتصادی اجتماعی انسانها بود را در دسترس عموم قرار دادند. سال 1247 خورشیدی برابر با 1869 میلادی، در گذشت آلفونس لامارتین، فیلسوف، شاعر و سیاستمدار فرانسوی که از لحاظ روح شعر و ظرافت شاعرانه بزرگترین شاعر زبان فرانسه به شمار می رود. سال 1263 خورشیدی برابر با 1885 میلادی، سرانجام کنفرانس بین المللی برلین که در آلمان برای تعیین سرنوشت قاره آفریقا برگزار شد به پایان رسید و در آن توافق شد دولت‌ها پس از تصرف و الحاق هر سرزمینی سایر دول را آگاه سازند تا از نزاع و مشاجره فیما بین جلوگیری شود. همچنین قرار شد مسئله بردگی لغو گردیده و آزادی تجارت در کشور آزاد کنگو برقرار شود. سال 1313 خورشیدی برابر با 1935 میلادی، لوفتوافه نیروی هوایی رایش سوم تأسیس شد.